سلام و درود بر شما خانواده عزیز، بینندگان ارجمند. در افغانستان ما رهبرا، پادشاه ها، رئیس جمهورا کمتر به خاطر نویسی روی میارن یا روی آوردن، فقط مکمل ترین کسی که از خود یک خاطره بر جا گذاشته امیر عبدالرحمن خان است. دیگه کلی کسایی که آمده رفتن و زندگی کردن و مردن، هیچ یک خاطرات خود که بخشی از تاریخ سیاسی بوده بر جا نماندن. اما خاطرات شش جلدی ظاهر خانه که بسیار ارزشمند بود، تحت فشار اما عوامل خانوادگی خصوصا سردار ولی او را سوختاندن پیش از اینکه نشر شود. من این قبلا از با استناد به نوشته باری جانی مطرح قبلا در باره سخن گفتیم. در این برنامه احمد شاه مسعود میبینیم در کتابخانه ظاهر شاه در ارگ کابل و ترکی الفیصل که آمده اونجا در ارگ و هم ترکی الفیصل و معرفی میکنم و در اونجا مسعود برای ترکی الفیصل او بسیار نفت خودان براخ میکشه، مسئله نفت عربستان هست. مسعود برش میگه که حال زمان است که آب ما بیشتر از نفت شما ارزش داره، همینطور یک چیز. برحال ای در سال 1374 اما یک سال پیش از سقوط کابل به دعوت استاد ربانی ترکی الفیصل امرای سعود الفیصل میان به کابل. خب اولی ترکی الفیصل ما شما زیاد شنیدیم. ای آدم 23 سال رئیس سازمان جاسوسی عربستان بود. در مو وقتی که در دو دوره که کشور ما شما با وسیله طالبا اشغال شد، ای آدم رئیس دستگاه استخبارات بود و دوره جهاد هم بسیار همه کاره بود. فعلا 78 سال عمر داری آدم. خب آدم عادی هم نیست در خاندان شاهی عربستان دیگه، مثل مون گنده گندش. ای هم تحصیل یافته ای امریکا و انگلیس است. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض چند سال پیش یک کتاب ای رو نمایی کرد که نوشته خودش، من نمی فهم با فارسی ترجمه شده و نشده، به نام پرونده افغانستان. من مطمئن هستم که بسیار رازای اصلی عربستان رو در اون نگفته، به صلاح شرح دیپلماتیک قضیه را داده باشد در ارتباط به افغانستان. او وقت دوری شوروی را زیاد بیان کرده. فیصل در این کتاب جدیدش میگه که ما از ملک عبدالله اجازه گرفتم که را بنویسم و در این حال از کمک به مجاهدین افغان برای حمله پس از حمله شوروی ما اجازه گرفتیم. اون که چیزای ای شاهزاده سعودی در مصاحبه با CNBC میگه که وقتی که ترامپ با طالبان مذاکره کرد ما غافلگیر نشدم. ما زمان غافلگیر شدم که امی به شکل بسیار غیر عادی امریکا افغانستان رها کرد و پشت خود سیل نکرد. این امی شیوه خروج ما را بسیار غافلگیر ساخت. یعنی میخوای بگویی که سخت یک جرم مثلا یک تخطی اخلاقی بود که در تاریخ بشر روی داد. میخوای اینطور بگویی. خب میگه که دولت سابق هم دولت غنی مشروعیت خود عدس داده بود. اینمی که ترامپ میره با دشمن او دولت که طالب باشد در مذاکره و سازش بود، معنایشی بود که مشروعیت خود عدس داده بود. واقعا مشروعیت چه داشت؟ ما شما که میدیدیم یک مجموعه از دلققا جور شده بود. هیچ چیزی به نام مسئولیت، دفاع از افغانستان، دفاع از شرف انسان افغانستان، نه کل دیگه بیده هوایی شده بود. این چشمشان در فرق سرشان بود، آسمان هم میدید. خب شاهزاده سعودی از نوع خروج امریکا ناراض است و
میگه که این خروج نشان میده یک نشانه بیکفایتی، بیمقداری و سوی مدیریت نظام امریکا بود. و دلیلش هم میگه، مگه اینا برای خروج از افغانستان وقت زیاد داشتن، تجربه هم داشتن، اینطور نیست که برای اولین بار بوده باشه که در یک کشور در آمده بودن. نه، این یک امر قصدی بود، یا اگر قصدی هم نبوده باشه، شخصا من فکر میکنم که همین به اصطلاح حلقه را که تنگ میکرد متفقین ایران و روسیه و چین، اونمون در اون کدام گپ بود، خطرناک، احساس خطر کرده بودن که یکدم یک مسئله ویتنام تکرار نشه. امیر رقم تقریبا تکرار هم شد دیگر. به یک حساب فیصل میگه که کنترل طالبا بر زرادخانه های اسلحه در افغانستان و ای در این حال که با القاعده هم رابطه دارن بر ما قابل تشویش است. ای دیگه می رقم گپا رو می زنن. نمی آدم بود زمانی که در کابل با مسعود ربانی ملاقات میکرد، با طالبان رابطه داشت و سپس نظام طالبان را بعد از سقوط کابل به رسمیت شناخت. اینو تفاوتشون با امریکایی‌ها، با روس‌ها، با دیگران نیست. و به خاطر از نقش عربستان بسیار ضعیف است و واپسین شکستش من شما می‌بینیم که در قضیه یمن ایرانی‌ها اینا رو بسیار بد رقم ضربه زد، اینا رو به تسلیم واداشت. خب میریم سر اما آمدن از اینا در سال 1374 و کابل. اینا رو به ارگ باید می آمدن در قصر گلخانه. اما چماسود از این خبر داشت دستور داد بود که قصر گلخانه بازسازی و تنظیم شود. یک روز میره همراه مسعود خلیلی و جنرال داود و قصر گلخانه میرن. ستار مراد و دانشیار هستن از طرف ریاست جمهوری. احمد شاه مسعود کسی را میگه که مسئول خدمات می قصر کی است؟ یک مسئول خدمات یک کسی را به نام نادرخان بود، قد بلند داشت. ها اینا رفتن از ریاست جمهوری اتاق به اتاق دیدن کردن. اقا فرصت نشده بود قبل از اینکه بیان از هر جای دیدن بکنم. در بالای قصر گلخانه اتاق خواب ظاهرشاه بود. آلی هم هست آلی را نمیفهم. امرای کتابخانه در منزل بالای بالا، در پولوی تخت یک سیف پول گذاشته شده است که قلف شده بود. خوی سیف پول در این قدر پادشاه گردیش ها چقدر باز شده چی بوده. خب برحال مسعود خلیلی و احمدشاه مسعود میگه که امی سیف به جای نیست، امیر پایان نکنی پایان با نمیشه. اما شما مسعود میگه که طرف سر میکنه میگه که با چیزی که ما تو کار نداریم چرا تغییر بدیم؟ همینطور ای یکی از که به اصطلاح معنادارترین به اصطلاح دیالوگای است که در تاریخ افغانستانی بسیار ارزش داره. خب به هر حال محل ملاقات خود مسعود تعیین کرده بود که زیادن به طرف تشنابای ساختمان رفتن که متصل بود به اتاق خواب ملکه، یعنی که اونمو ساختمان که مکمل از مرمر رخام ساخته شده بود. اونجا رفتن دیدن بکنن. مسعود دست خدا بلند میکنه طرف نوارای دیوار تشنابا، اینطور دست خدا کمه که تماس میده و نفرا میگه که شما ای رو پاک نکردین، اینجا انگشت من خواب گرفت. یعنی با این اندازه بسیار آدم اساسی بود مسعود. یک عادتای عجیبی داشت، مثلا امی گیلاس، کسی که گیلاس اینی میخواد دسته داره، اگر اینی رقم میگرفت بدون دسته بسیار عصبانی میشد، میفت که ای خود دسته برای چی هست؟ از این چیزهاییست که ما در وقت کتاب مسعود در نبرد استخباراتی رو می نوشتم روایاتی بود که ریگستانی به من گفت. خب برحال کلک خدا نشان می ده میگی پاک نشده.
طرف ناظر رئیس خدمات حصر کرد. قدامی اسناد استاد ربانی هم از راه میرسه و به اتفاق هم دوباره اتاق را میرن میبینن و استاد ربانی در تشناب اتاق ظاهرشاه که میز نان و کتابخانه و اتاق استراحت هم در همون جای بوده رفته و اونجا یک وضو گرفت و یا تو چپلک هم نبود با پاهای تر و بوتای خدا آورد دوباره همیجه خدا پس پوشید او را. خب باز اما چا مسعود در تزیینات میگه که گلایی که در اینجا مگذاری در دالیزا در رای پله ها گلای واقعی و تازه بگذارید. گل ساختگی پاکستانی رو چرا میارین؟ ایره میمونین وقتی که آدم تیر میشه میبینه که گل نیستی کاغذ است. از گل فروشی چرا میارین؟ خب برحال اون چیزایی بوده که اونجا از اینا تا منظم میکنن چون از شاهزاده سعودی قرار بود اونجا به یک ملاقات بکنن. قبل از نشست تیاره خود مسعود مکرر آمد از بخشا دیدن کرد مبل اتاق ملاقات چندان خوشش نامد. به اکرمی اونجا از جمله مسئولین گفت که یک وقت که من وزیر دفاع بودم اون زمانی بود که وزیر دفاع نبود دیگه ظاهرا و مبل و فرنیچر ازی بسیار بهتر ازی بود. شما در قصر است بسیار در آرایش ظاهریش و مبل و فرنیچر بسیار دقت بکنیم. اکرمی برش میگه که 20 دقیقه ما وقت داشتیم و حالا دیگه سب مشکل است در این 20 دقیقه که حالا میمانا این وسایل ما تغییر داده نمیتونه. خب به هر حال عربا هم شرایط وطن ما رو میفهمن دیگه. خب مسعود میگه درست است اتخواه است. خب از زودی آیت عرب از میدان هوایی کابل میرسه راست به ارگ میرنش مستقیم با استاد ربانی و مسعود دیدن میکنن. جالب است که غذا بالا امو میزه که ظاهر خان غذا میخورد یک وقت اما غذا را در سر امو میز چیده بودن. نه تغییر تاریخ ببینید شما. مسعود پیش قبل از نشست گفته بود که یک سلاد مرا بیاریم یک سلاد در خوراک خود بسیار احتیاط میکرد. برحال وقتی که میمان اتاق داخل اتاق ظاهر شد شدن دور یک میز طویل اما اونتو بیزوی نشستن و مسعود خلیلی ترجمانی میکردن. اکرمی و توریالای قیاسی داود داودم بیشتر داخل اتاق استاد بودن. اتاق کلان بود میز نان در کنار کلکین. از امی کلکین دیگه قصرهای دیگه ارگم دیده میشد. در وقت نان خوردن ترکل فیصل از مسعود پرسان میکنه که این مصارف جنگی شما رو کی میده؟ میبینین؟ خب یعنی که طالب ما میدیم شما رو کی میده ای تو؟ مسعود میگه که به طرف شمال اشاره میکنه میگه کوهای داریم دارای معادن سرشار سرشار و سنگار قیمتی زمرد یاقوت لاجورد و با حرکت دست خود مسیر پامیر کوهای بابا رو نشان میدهید. مگه این مادن در دوران جنگا و دست مردم های شخصی افتاده در دست مردم است. استخراج هم که میکنن بسیار غیر فنی و ابتدایی است. ما با وجود آن هم که وقتی که اونا استخراج میکنن از بازارهای داخلی ما از بازارهای داخلی میخریم از اونا و برای تأمین مخارج جنگ و بازارهای بین‌المللی چیز عرضه میکنیم. معنای سخن چی بود؟ معنای سخن این بود که ما از شما این توقع کمک مالی نداریم. در دیپلماسی همینطور. مسعود از ترکیه الفیصل پرسان میکنه که شما در وطن خود چی دارین؟ این دارایی وطن شما چی است؟ یعنی تو نیست که مثلا اون نفهمه اما تو سرش سوال میاره. ترکیه الفیصل میگه که ما نفت داریم. او دیگه بیخی خدا میپندان اما نفت. مسعود سوال میکنه که آب دارید؟ آب دیگه با یکی خب ما آب شرب است و آب شیرین یکی
یعنی وقتی که کسی که آب نداشته باشد که آب آبروز، او آدم میگه که نه آب نداریم، مسئول طرفش سعی میکنه میگه پس قیمت آب ما بیشتر از نفت شماست. و دقیقا امروز آب افغانستان بسیار استثنا است. بی دریای پنجشیر همیشه رایگان به پاکستان میره. بیاین شما روی بسترهای دریای ما فابریکات بسازیم برای تولید برق و انرژی، ما برای شما آب رایگان میدیم. خب برحال چیزایی را میگن در اون مذاکرات هیچ چیزی پیش نرفت، به توافق نرسیدن. اونا آمده بودن که یک مثلا وضعیت بررسی بکنن تا اینا را به قبول شرایط طالبان وادار بسازن، مثل یک چیز مشابه و مأموریت رابن رافایل بود. برحال باز وقتی که اینا میرن سعود الفیصل، وقت کابل بخی در سر جنگا تخریب شده بود، میگه دیدن خرابای شهر کابل اشک ریخت. و شاید در زمانی که اشک میریخت باید شما ده باشه که مامی کسایی را که ما پول و سلا دادیم مسبب خرابی شهر کابل امین هستن، شاید بسیرش گشته بود. و باز بعد از او یک با سیاف و با چند نفر دگام دیدن در کانتیننتال، پس دوباره رفتن عربستان. این یک چیزی بود که از نظر تاریخی این دیالوگ مسعود با ترکی الفیصل یک معنایی داشت که به خاطر ارزشش و ثبت شدنش در تاریخ میره در این ویدیو پایاک ساختیم، مثلا مانگار کردیم که در تحقیقات جوانان که روی تاریخی مسائل میکنن یک روزی به عنوان یک نکته مفید مورد استفاده قرار بگیره. تا برنامه بعد، بدرود.